دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه آغاز روز است. من زهرا صدیقی با شما هستم. موضوعی که روی آن بحث می‌داشته باشیم در رابطه با رسیدگی به مسائل امنیتی کابل از سوی معاون نخست ریاست جمهوری. آقای صالح میگه که فهرست تمام مجرمین و عاملان آن از قبل ترتیب شده است. در این مورد بیشتر صحبت می‌داشته باشیم با آقای حمیدالله بارکزی، آگاه امور سیاسی. آقای بارکزی سلام، وقت شما بخیر. بسیار زود خوش آمدید به برنامه. نظر شما را هم می داشته باشیم. گرفتن مسئولیت تامین امنیت پایتخت از طرف آقای صالح چقدر می تانه که تاثیرات منفی مثبت در قسمت آمدن امنیت در کابل باشه و چقدر می تانه که این تصمیم یک تصمیم بجا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما، به همکاران تکنیکیتان، کافتی شریف ملت، خانواده شهدا و همچنین نیروهای امنیتی که در سنگر مشغول نبرد با دشمن است. مسئله اینه که فعلا در حال حاضر آقای امرالله صالح روی دست گرفته. ایره ما توقع داشتیم روزی که پیمان امنیتی را اعلام کردند امون روز ایشان عهده میگرفتن، ولی خب حالا با تاخیر چند ماه ایشان بر عهده گرفتن و با شناختی که ما از کاراکتر، از شخصیت، از کارکردهای گذشته آقای صالح داریم، مطمئن هستیم وقتی که خودشان عامر مستقیم از این پروژه باشه و این پروسه باشه، این پروسه به یک موفقیت می انجامه، به یک سرانجام می انجامه، انشاءالله تطبیق میشه و اوضاع امنیتی شهر کابل از این کده بهتر میشه. این ما یک خوشبینی داریم در این مورد. درست آقای بارکزی، خب طرح برنامه میثاق امنیتی در گذاشته شده بود و گفتن که این طرح بسیار یک طرح بجا هست و قرار است که خوبتر عملی شود، که دیدیم عملی نشد. روز به روز جرایم جنایی در کابل و سایر ولایات بیشتر شده میرفت. حال هم تاکید بر همی میثاق امنیتی هم شده. اگر آنچه که آقای امرالله صالح گفته که این مسئولیت بر عهده میگیره، فکر میکنین که طرح برنامه میثاق امنیتی هم تاثیرات مثبت در قسمت البته کاهش جرایم جنایی داشته باشه و این طرح به گونه‌ای که در گذشته اینا یادآوری کردن، قسمی که اینا گفتن، عملی شود؟ 100% به شرطی که آقای امرالله صالح در رأس باشه و شخصا پیگیری کنه این موضوعات، شخصا با افرادی که در این پروسه دخیل هسته ارتباط مستقیم داشته باشه، این را ما مطمئن هستم که به یک نتیجه و سرانجام میرسه. اما در کنار از این، افراد و اشخاص لایقی باید همکار باشند با جناب صالح، مخصوصا در بحث جرم و جنه. همیشه جنایی مقام اول داره در برخورد با مجرمی نسبت به سایر نهادهای امنیتی، چون که جنایی افغانستان مستقیم با اینا در ارتباط است، تمام هم و غمش میگذاره به این موضوع. بنابراین یک روزا در این چند روز گذشته یک تغییرات مثبتی هم ما دیدیم که در بخش جنایی آمد. جناب تو داخل صاحب رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی که هستن، ایشان یک شخص فعال هستن، ولی متاسفانه که بعضی حلقات برای ایشان بسیار تنگ و سخت گرفته بودن موضوعات، که حال جناب صالح صاحب آمدن، من میدانم که 100% از ایشان حمایت میکنه. و در قسمت جرایم سازمان یافته، شخصی به نام آقای عبدالله فرایی تقریبا 10 روز 15 روز میشه که گماشته شده. دستاوردهای بسیار بسیار جالب را داشته. این در 15 روز مثلا باور نمیکردیم که با مافیا و با زورمندا ما در برخورد داشته باشه. ما در کابل دو نوع جرم داریم، یکی جرم خرد است، یکی جرم کلان است. جرم خرد خودتان میدانه که همین موبایل دوزی است و همین کارهای پیش با افتاده است، اما این هم بسیار تاثیر داره در روان مردم و همچنین بی‌امنیتی شده. مسئله بعدی مسئله جرایم سازمان یافته است. جرایم سازمان یافته در افغانستان باز همه گروه های خرد جنایی را هم تحت پوشش خود قرار میده. به چه صورت؟ به صورتی که اگه ایره یک عامل روز دستگیر میکنه، آنن امو افرادی که در پایچوکی های بلند هستن، رئیس وزیر و وکیل و معین و غیره و غیره که با اینا همکار هستن، اونا فشار میاره که اینا رو اعلام کن و این باعث میشه که پس دوباره امور روند ادامه داشته باشه. بنابراین وقتی شخصی مثل آقای عبدالله فرایی که بسیار دوسیه پاک داره، ما میبینیم آمده و در رأس قرار گرفته و مبارزه خودش رو کرده و روز اول هم شرطش همی بوده که از من حمایت شد و بنا نباشه که من به یک نفر فشار آوردم باز حمایت از من قطع شد و پس دوباره من خانه نشین شد. در این زمین ها امیدوار هستیم که این چند مسئله دست به دست هم بده، نیروهای پاک باشه. البته در کنار از او
همکاری مردم باشه با جناب سالی صاحب تا این تره رکی آقای بارکزه، یعنی چرا باید امیدوار بود که با گرفتن این مسئولیت که آقای سالی براهده گرفته جرایم جنایی کاهش پیدا خواهد کرد؟ چرا باید امیدوار بود؟ چه تغییرات خواهد آمد؟ ببینید آقای سال در دورای گذشته که به حساب در پست امنیت ملی بودن یا اینکه چند روز وزیر داخله شدن، این ما برای شما عرض میکنم که دستاوردهای خوبی داشته، شخصیت از این کرکتر از این کلی که برای مردم معلوم از یک قوت قلب است. دیشب وقتی که ایشان اعلام کرد که همین مسئولیت به گردن ما سپرده شده، باور کنید همین دوستان خود ما صبح اول صبح برای ما پیغام ها روان شد که بسیار به دید مثبت نگریستن که آقای صالح وقتی خود از او مستقیم در یک پروسه دخیل میشه، او پروسه یک نتیجه داره. و آقای صالح یک مسئله دیگه داره که باز او در برخورد با مجرمین نه سلیقه‌ای عمل میکنه، نه زیر بار فشار کسی میره، به لحاظ موقفی هم که داره که بیشتر حتی اگه این موقف هم نداشت زیر بار زور نمیرم، این موقف بسیار بلند داره. پس 100% ما باید امیدوار باشیم که یک دستاورد باشه و این اوضاع امنیتی فعلی کابل یک تغییری در ذهن وجود بیاره که مردم بتونه حداقل با خیال راحت از خانه خود به محل کار بره و از محل کار به خانه خود برسه. حداقلی نشمی است که مردم با خیال راحت بره و بیاید. درست. آقای بارکزی، آقای امرالله صالح از مردم هم خواسته که با نیروهای امنیتی در قسمت کاهش جرایم جنایی یا از بین بردن جرایم جنایی همکاری داشته باشند. همکاری مردم چقدر میتونه که در قسمت از بین رفتن جرایم جنایی تاثیرات مثبت داشته باشه؟ 100% تاثیر مثبت داره. تا مردم نخواهی امنیت نمیاد، این یک چیز مشخص است. این دروغ است که ما بگیم اگه ما در هر خانه یک دانه پلیس هم استاد بکنیم به شرطی که همکاری مردم نباشه، هر پروژه باشه ناموفق است. مردم باید تحت هر شرایطی که میتونه با پلیس خود، با نیروهای امنیتی خود همکار باشه. هر فرد افغان میتونه یک فرد استخباراتی باشه، میتونه یک فرد امنیتی باشه در قسمت همکاری کردن با پلیس و نهادهای امنیتی. تا وقتی که این فرهنگ سازی نشه در تمام کشورهای دنیا روال بری است که مردم از او احساس تکلیف و مسئولیت میکنه، تا روزی که مردم ما احساس تکلیف و مسئولیت نکنه، اگر هزار پروژه دیگه هم ما بیاریم این پروژه ناموفق است به لحاظ مسائل امنیتی. اما اگر مردم همکاری بکنه، ما براتون قول میدم که این یک سرانجام خوب داره و مسئله مردم بسیار بسیار در این زمینه مهم است که همکاری کنه. یعنی از نظر شما آقای بارکزی در گذشته که همین طرح برنامه میثاق امنیتی گذاشته شد، چرا مردم با پلیس و نیروهای امنیت خود همکار نبودند که حال هم بیشتر تاکید شده که باید مردم همکاری کنند با نیروهای امنیتی در قسمت کاهش جرایم جنایی؟ در گذشته چرا نبودند و حال چرا قدر امیدوار هستند از مردم که باید مردم همکار باشند؟ در گذشته مردم به بعضی از نیروها یا بعضی از افرادی که در رسته پلیس کار میکنند یک کم ذره بیباور بودند، چرا که فکر میکردن یک زد و بند در پشت پرده است. اما حالا که خود آقای امرالله صالح مستقیم این پروژه را به دوش گرفته و این پروسه را به دوش گرفته، مردم امیدوار است، از ایشان خوششان میاد، ایشان دوست داره، با ایشان همکار میتونه باشه و انشاءالله همکاری هم میکنند. اما در قسمتی که چنان پیشتر هم بنده عرض کردم در رسانه‌های دیگه، وقتی که یک فرد میخواد با پلیس همکاری کنه، او اولین چیز خوده که میخواد حفظ هویت از او است که افشا نشد. مثلا مثال بسیار خورده براتون میگم، در کوچه یک فرد یک شخص است، یا دزد است، یا شراب فروش است، یا اختطافچی، هر چی است، اما نفرای از کوچه وقتی که با پلیس همکاری میکنه اطلاع میده، او شخص میاد میگه مدرک باشه فلان، یا او رو دستگیر میکنه یا نمیکنن، بالفور هویت از او افشا میشه. وقتی که افشا شد، پس او هم دیگه یک تامین و یک مسئولیت جانی و مالی نداره، سعی میکنه همکاری نکنه در یرسا. اما وقتی که آقای صالح بیاید، چنان که خودشان به ذرس خاطعی گفتن که ما کسانی که با ما همکاری میکنه ما هویتشان حفظ میشه، البته در امو میثاقشان هم میگفت بود که ما باید یک جامعه آری از جرم و جنا داشته باشیم که حداقل ما کم مشکل در افغانستان نداریم، فقر، بیکاری، جنگ‌های دیگه که در سرتاسر افغانستان هست و غیره، حداقل از همین موضوع جرم جنایی جنایی در ولایت کابل، ولایت‌های کلان مثل قندهار و هرات و بلخ و یک چند ولایت کلان که ما داریم، از اینا یک کمتر شه و مردم حداقل یک آرامش روانی داشته باشه. بنابراین ما باید همگی دست به دست همدیگه بدیم،
و این همکاری را پیش ببریم و به یک نتیجه و یک سرانجام او را برسانیم که انشاءالله آقای صالح هم خودشان تاکید کرده که من با هیچ کسی من چیزی را به عنوان مصلحت نمیشناسم. هر فرد هر کسی که باشه جرمی را که انجام بده من در مقابل او استاد هستم و انشاءالله او را میبرم و به ضابطین قضایی تسلیمش میکنم. یعنی آقای بارکزای شما میگین که در گذشته مردم باورشان کم شده بود و بی‌اعتماد شده بودند. حال با آمدن آقای صالح و گرفتن مسئولیت این مسئولیت فکر میکنین که این دوباره مردم باورمند شدن این که باید همکاری داشته باشند در قسمت از بین بردن جرایم جنایی؟ بله 100%. گفتم که آقای صالح شخصیت بسیار بسیار خوبی در افغانستان هسته که همه به او از فرق نداره هر سمت و سو و هر کس که باشه واقعا به او احترام میگذاره چون خودش ثابت کرده در دوره های گذشته. اگر برش میدان داده بشه خیلی کارها را میتونه پیش ببره، خیلی کارها را میتونه پیش ببره. این به لحاظ شخصیتی که ایشان داره، بنابراین مردم هم به این شخصیت باورمند هستن و با او همکار میشن. عرض کردم که انشاءالله در روزهای آینده ما تبعاتش میبینیم، به چشم خود عینی میبینیم که موضوعات حالا به یک سرانجام میرسه. امیوزا امنیتی کابل یکم ذره بهتر میشه. نیروهای امنیتی هم که فعلا در حال حاضر مصروف هستن با آمدن آقای صالح یک رویه جدید گرفتن، یک رویه تازه گرفتن. ما این مسئله نیروهای امنیتی رو نباید دست کم بگیریم. افراد صادق شد، افراد صادق هست که خدمت میکنه، اما متاسفانه بعضی از افکارهای زو خیانت میکنه، باعث میشه که او یا تبدیل شود یا خانه نشین شود یا مشکلات دیگری برای او پیش بیاید. وقتی که در رأس هرم قدرت یک شخص مقتدر باشه، برای شما قول میدم که همون نیروهایی که حتی بعضی از افراد و اشخاصی که کم ذره مشکل داره یا بر اساس زد و بندهای آمده، حتی اونا پای خود جمع میکنه و سعی میکنه یک خدمت صادقانه انجام بده. و مسئله بعدی مسئله مجازات و مکافات هست. آقای صالح رضوی چرا که ما آشنایی با او داریم در این مسئله بسیار قاطع است. کسی که واقعا خدمت بکنه او رو مکافات میکنه و کسی که خیانت بکنه بدون در نظر داشته بک‌گراند از او یا کی چی دست پشت سر از او هست او رو آنی یا منفک میکنه و حتما مجازاتش هم میکنه. درست آقای بارکزای، اگر نظرتان داشته باشیم دیده میشه که در این ماهای اخیر جرایم جنایی بیشتر شده رفت، نه تنها در کابل و سایر ولایات هم، دلیل افزایش در چی میبینین؟ یعنی دلیل افزایش فکر میکنین که مسئله فقر هست یا اینکه قانون درست عمل نمیشد یا موارد دیگر؟ ببینید ما اصلا نمیتونیم از موضوع فقر چشم پوشی کنیم. یک ضلع از او فقر است. درست. مسئله دیگه از او ضعف قانونی ماست. قانون ما متاسفانه ضعف داره در بعضی جاها و درست اجرا نمیشه. و مسئله سوم که بسیار مهم است، ما او را از ذهن خود نباید دور بکنیم، مسئله دست داشتن سازمانیافته استخبارات و یا سازمانهایی که میخواهد در افغانستان یک نوع اختشاش ایجاد شود که اونها با حمایت کردن از مجرمین خرده‌پا سعی در ناامن کردن کابل دارند. او را ما نباید از نظر خود دور نگاه کنیم، چرا که یک شخص ما میدانم وقتی که چاربیاره یک جرمی را انجام میده، کار را انجام میده، اما این تکرار بر تکرار که ما حالا میبینیم که هیچ فردی به این حد مسئولیت نداره. صدها دفعه دیدیم دوستاره که یک تلفن ساده هم روی خود بگردانه، میگه که میگیره یا یکی میگیره او را، وقتی که میبینن چیزی در جیبش نیست پیسه در جیب او را بهتر لطکوب میکنه که تو چرا گوشی یا پیسه در جیبت نیست. پس ببینید به این سرحد ما را رسانده. این سرحد مربوط به فقر خالی نمیشه، این سرحد مربوط به این که مثلا یک چهار فرد بیاید در رأس یک کار را انجام بده نمیشه. این یک موضوع کلان سازمانیافته است که باید ریشه‌ای به این موضوع پرداخته بشه. و با پیشتر هم گفتم با شناختی که از آقای صالح دارم میدانم، خودشان هم پیشتر گفتن که لیست ها به شما موجود است، کلگی اینا سرویه شدن آماده هستن، فقط همینقدر یک حرکت نیاز داره، یک پاور احتیاج داره که نیرو بره و انشالله با اینا با مبارزه بپردازه و سعی کنه که همه حالت از بین ببره، همه انحصار را که قدرت های سیاسی یا سازمانیافته جنایی فعلا در ولایت کابل به سایر ولایت های افغانستان ولایت های کلان افغانستان به دست داره، همه انحصار شکستانده شود. پس دوباره مردم یک اعتماد و اعتبار را سر پلیس خود، سر ارگانهای امنیتی خود داشته باشد. و در بخش دیگر از او که همیشه بنده تاکید داشتم، مجرمی که توسط پلیس دستگیر میشه به سارندوالی تسلیم بشه، باید سارندوالی و قضای افغانستان برای یک مدت محدود یک سری احکام اضطراری را اینا طرح کنه و یا ای که حداقل یک شخصی را که جرم انجام میده به خاطر عبرت سایرین به اشد
محکوم بکنه که بتانه یک نوعی آرامش فکری را برای جامعه به وجود بیاره و یک نوع مشوشیتی را برای کسایی که خلاف انجام میدن. در این عرصه باید قانونگذارهای ما، کسانی که در مسائل قضا و سارندوالی هستند، اینها باید دست بالا را داشته باشه، اینها باید امو وظیفه خودم انجام بدن. در صورتی که مجرم اینجا دستگیر شوه پس بره در سارندوالی، اوج یک حکم بسیار ساده برای او بده، دو ماه یک ماه بعد یا به هر واسطه و چیز دیگری آزاد شوه، پویی خو نیروهای امنیتی ما روی ای ضعیف میشه و ای که یک نوع تشویق کردن به جرم و جرایم هست در افغانستان. درست. آقای بارکزاد، در اخیر اگر نظرتان داشته باشیم، خواستتان از مردم کابل چی هست در قسمت همکاری با نیروهای امنیتی؟ خواست ما به عنوان یک برادر کوچک، نه از مردم کابل که از مردم سر تا سر افغانستانی هست، که یک به نیروهای امنیتی خود باور داشته باشند و همکار باشند. چهار فرد فاسد در چشم خود نبینند، نه به سر از اونا مانور نتن. رسانه هم خواهش میکنم که سر از این چهار فرد فاسدی که میایه فساد میکنه یا کار خلافی را انجام میده مانور نتن، که رویه مردم ضعیف نشه. و مردم ما همگی باید این را بدانیم، اگر در خانه هر کس یک پلیس باشد، در دان دروازش، اگر در خانه هر کس، هر شخصی یک دانه گر شاروالی باشه، تا وقتی که خود مردم نخواهند نه محله و شار از وا پاک میشه از کثافات و نه محله و شار از وا از جرم و جنایت پاک میشه. پس بنابراین امروز اگر ما ببینم یک فرد، یک شخص مجرم در کوچه ما، در محله ما، در بلاک ما هست، سعی کنم با نیروهای امنیتی خودم کار باشم، ای اولین ثمراتش به خود ما، به فامیل ما، به دوستای ما میرسه که حداقل یک آرامش روحی ما داریم. اما اگر به لحاظهای مختلف مثل قومیت، مثل خویشاوندی، مثل سمت، سو، زبان، فلان فلان، ما سعی کنیم از یک مجرم حمایت بکنیم، چنین که بعضی جا متاسفانه این کار انجام میده، اولین صدمه و ضربه زو به خانواده ما، به خود ما میخوره. بنابراین یک خواهشی دارم به عنوان برادر کوچکتان از تمام مردم افغانستان که با نیروهای امنیتی خود همکار باشین، سعی کنید با آقای صالح باور داشته باشین، شکر خدا که دارین، که حداقل امی پروسه به یک نتیجه برسه و همچنین هر شخص از خانواده خود یک اطمینان داشته باشه که بیرون میره پس دوباره سالم به خانه برمیگرده بدون کدام مشکلی. اگر ما این فکر و مفکوره را همیشه پیش روی خود داشته باشیم و همیشه سعی کنیم به او عمل بکنیم، ایره ما به شما قول میدم که انشالله ثمرات زور بسیار زود خواهیم دید. اما اگر باز همون مسائل گذشته باشه، به اولین ضرر از او به خود ماست، اولین ضرر از او به خانواده ماست. درست. تشکر. سلامت باشین. سپاس از این که حضور پیدا کردین در برنامه. آقای حمیدالله بارکزای، آگاه امور سیاسی، ممنونتان. ادامه آغاز روز بعد از یک میان برنامه.